فکر نمی کردم ازم جدا شی، خیال می کردم دوستم می داشتی، فکر نمی کردم ازم جدا شی، خیال می کردم دوستم. بنگرز سبا دامن گل چاک شده است، بلبل ز جمال گل طربناک شده است. در سایه گل نشینی که بسیار این گل از خاک برآمد است و در خاک شده است، و بدین سان یک سال گذشت. عمری است یک سال. یک سال قبل خبر تکان دهنده ای بود، خبر از رفتن هنرمندی بود که بعد از یک سال نشان داد که به واقع صدای او جای بالایی در موسیقی ما دارد، چه در ایران و چه در خارج. جهان رفت اما صدای او نرفت. تلویزیون ها مکررن ویدیوش رو پخش میکنند، رادیوها، مجلات از او مینویسند. همه و همه اینها نشان دهنده این است که اگر هنرمندی ریشه داشته باشد، هنرمندی که به واقع در قلوب مردمش جایی داشته باشه، نمیره، هست و خواهد ماند. مگر هایده رفت؟ مگر مهستی رفت؟ مگر فرهاد رفت؟ امروز هم کارنامه است برای جهان از رفتن او، اما صدای او برای همیشه ماندن. خیلی خوش آمدید، خوش آمدید به خانه عشاق. کسانی که امروز در اینجا جمع شدن همه عاشقن، همه عاشق زیبایی هستند، همه عاشق صدای خوب هستند، همه عاشق آدمهای خوب هستند، و ما حضورمون در اینجا نشان دهنده چنین مرام زیبای انسانی است. جهان حضورش در موسیقی ما جای خودش رو داره، اما معرفت او، عشق او به خانواده، عشق او به رفقاش، عشق او به طرفدارانش، همه و همه امروز شد انگیزه ای که ما این چنین با این عظمت به گرد هم بیاییم تا یادی کنیم از هنرمندی که هنوز هم عشق او و صدای او در قلب ما هست. فرزندان او، بابک عزیزم، من میدونم که نزدیک به 2 ماه فقط برای چنین مراسمی نه خواب داره، نه روز داره، نه شب. این یه عشقه. ببینید، جهان مرد ثروتمندی نبود، نخواست ثروتمند بشه، میتونست از صدای خودش استفاده بیشتری کنه، اما ما جهان رو کم در کنسرت ها دیدیم. جهان عاشق خواندن بود، در حالی که بعضی از خواننده ها فقط خواندن رو بر روی صحنه و بر روی سن مجاز میدونن، در حالی که جهان برای دلش، برای عشقش، برای خانوادهش و برای طرفدارانش میخوند، نه اینکه بخواد از صداش یک تجارتی داشته باشه.
پس این عشق رو ایثار کرده. پس این جهان اگر این عشق رو در دل فرزندان و همسرش ریشه نمیداد، فرزندی اینچنین نمی کرد. اگر این عشق در دل همسر او ریشه نمی داشت، مینو عزیز ناراحتی چشم پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر گریه زیاد، به خاطر ناراحتی اعصاب، به خاطر اینکه اذیت دست داده. ببینید اینها هیچ ربطی به ثروت، به مقام، به هیچ چیز اون شخص نداره غیر از عشقش. این عشق رو ایثار کرد، این عشق رو در بین دوستان خودش که من بارها و بارها دیدم که رفتن بر مزار او عشق ریختن، یادی از او کردن، عکس گرفتن، این همه عشق. اینا یعنی همان از آمدن و رفتن ما پودی بود و از تار وجود ما سودی بود. یعنی ما اگه اومدیم اینجا، ما اگه به دنیای واهی و هستی آمدیم، حتی تار وجود ما، تار موی ما هم باید اثری داشته باشه. نه اینکه بیایم و بریم، نه اینکه جیب خودمون رو پر کنیم و بریم، نه اینکه اگر به مقامی رسیدیم، به شهرتی رسیدیم، بر خودمون غلبه کنیم و بر خودمون مقام و شهرت و چیزی ببینیم که آنیه. پس جهان ما همان جهان درویشی است که این چنین و آن چنان من و شما در اینجا به گرد هم آمدیم تا یادی از او داشته باشیم. چگونه قطر قطر آب می شود، چگونه سایه سیاه سر کشد، اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود، شراره ای مرا به کام می کشد، به اوج می برد مرا به دام می کشد، مرا به دام می کشد. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود، پر از شهاب می شود. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود، پر از شهاب می شود.
ز دورها، ز سرزمین افها، ز سرزمین نورها. نشانده ای مرا به زورقی، ز آچا، ز افها و نورها. چگونه سایه سیاه سرکشم، اسیر دست آفتاب میشم، اسیر دست آفتاب میشم. پخش کردیم در اتاق فرمان تلویزیون این دیروز هست. یکی از همکاران من که هر حال داشتیم برنامه رو پخش میکرد، چشمان او پر از اشک بود. من نیمه این ترانه آمدم و متوجه نشدم چیه، اما گذشت. شب که به منزل رفتم و این برنامه داشت تکرار میشد، وقتی وارد منزل شدم این چشمان اشک رو بر روی صورت پدرم دیدم و طوری شد که دو سه روز بعد وقتی که با هم داشتیم به مسافرت میرفتیم به سان فرانسیسکو، باور کنید انقدر این کاست بود، نه سی دی، انقدر در راه ما این رو گوش کردیم و پدر من گریه کرد و همینطور برگشتن که دیگه نزدیک های لس آنجلس دیگه این خراب شده بود، یعنی دیگه صدا کش می آمد و این ترانه هم شد یک خاطره ایه، بخشی از زندگی من با پدرم. و قطعا هر کدوم از شما با این ترانه حتما خاطره ای پیدا کردید، نمیشه، برای اینکه پر از احساس درش، پر از پیام درش. بگذاریم. هنرمندان ما برحال هنرمند جامعه هستند و در صف جلوی جامعه. میدونید که هنرمند نقش بسیار مهمی رو در جامعه ایفا میکنه. شب گذشته 7000 نفر به دیدن گوگوش رفتن. چرا؟ چون دوستش داشتن. چرا؟ خواستن حمایتش کنن. این نشاندهنده یک قدرت یک هنرمنده، یادتون نره. اگر ما میبینیم امروز جهان برحال در قلوب مردم ما جا پیدا کرده و جا داره، این نشاندهنده قدرت واقعی یک هنرمند واقعیه. و هنرمندان هم جهان رو دوست داشتن و دوست دارن. هنوز هم که وقتی که ما جمع میشیم به مناسبت‌های مصاحبه یا مراسم عید نوروز مصاحبه و و و، میبینم چقدر با احترام از جهان سخن میگن. و خوشحالم که بابک عزیزم این همت رو به خرج داد تا به اتفاق
نظریات و عقاید هنرمندان عزیزمون رو درباره هنرمندی چون جهان بشنویم و ببینیم. راستم که من آخرین باری که جهان رو دیدم، یعنی با هم بودیم، در تکساس برنامه داشتیم، در دالاس برنامه داشتیم و این آخرین باری بود که من ایشون رو دیدم، که بعد از اینکه ما برگشتیم اینها، این اتفاق بعد از تقریبا میشه گفت یک ماه بعد اتفاق افتاد برای جهان عزیز. و خدمتتون بگم که از نظر صدای بخوایم بگیم، جهان یکی از خوانندگانی بود که واقعا حنجره‌ای داشت برای خواندن موسیقی بگیم ایرانی، نمیخوام بگم دیگه کلاسیک یا اصیل یا اینا، موسیقی ایرانی واقعا با ردیف ها، چرا که اون خصوصیتی که در حنجره او بود واقعا میتونست که یکی از خوانندگان واقعا به نام ایرانی باشه، کما که در مدت تقریبا کوتاهی هم که میخوند واقعا جای خودش رو باز کرده بود در دلهای مردم هموطن. از همون اولین باری که با صدای جهان آشنا شدم واقعا عاشق صدا شدم، چون خیلی از ماها، خیلی از خواننده‌های ایرانی، یکیمون صداش آمریکاییه، یکیمون صداش یوروپینه، یکیمون صداش بیشتر به تم عربی میخوره یا به تم ترکی یا به ارمنی میخوره، ولی جهان صداش ایرانیه، صدای ایرانه. و من هر وقت صدای جهان رو میشنیدم یاد کوچه‌های قشنگ محلمون میافتادم، یاد ایران میافتادم، یاد شهرهایی که رفتم، اینقدر صداش ایرانیه و من واقعا عاشق صداش هستم. من جهان رو از سالهای 2002 و 2003 باهاش از نزدیک آشنا شدم. زمانی بود که من تو استودیوی رامین اون موقع مشغول کار بودیم برای آلبومم و جهانم همزمان یک آلبومی رو داشت تهیه میکرد و مشغول کارهای خودش بود و هر روز یک جوری بود که هر روز تو استودیوی رامین بود و من این سعادت رو داشتم که در اون سالها اونجا ببینمش و از نزدیک باش آشنا بشم. و کسی بود که واقعا به خصوص اینکه اوایل کار من بود به من دلگرمی بسیار میداد و از تجربیات خودش برای من تعریف میکرد و به من میگفت که این کار بسیار سختیه. و یک زمان، مدت زمانی رو من باهاش هر روز برخورد داشتم و میدیدمش. در یک جلسه بود که قرار بود که ما یه شورای شعر و موسیقی داشته باشیم که انتخاباتی بود که هیئت مدیره انتخاب کنیم برای هنرمندها که دور هم باشیم و از کارهای هم خبر داشته باشیم و به حال مثل سندیکایی داشتیم که متاسفانه چندین و چند بار این سندیکا یا این گرد همایی درست شد و به هم خورد. من برای اولین بار ایشون رو در اونجا دیدم که آمدن و دیگه صحبت میکردیم و اظهار نظر میکردیم نسبت به مسائل همه هنرمندانی که هست. اولین و آخرین باری که من با جهان در یک پروژه همکار بودم فیلم The Keeper Legend of عمر خیام بود که فرخایی موسیقی متنش رو درست کرده بود و به من گفت که از جهان خواسته و جهان تو تمام ترکاش غزل خونده و صداش رو بارو کرده به قول آمریکایی‌ها. من تو فیلم بازی میکردم و وقتی فیلم رو تماشا میکنی هر وقت صدای جهان میاد احساس میکنی الان در ایران هستی، یعنی زمانی که صدای جهان میومد احساس میکردی که این فیلم راجع به ایرانه، با وجود اینکه فیلمش به وسیله آمریکایی درست شده ولی صدای جهان این فیلم رو تبدیل میکرد به یک حال و هوای ایرانی. من واقعا عاشق صداش هستم، دلم واسش تنگ شده. جهان به نظر من یک دنیا محبت بود، اخلاق بسیار خوبی داشت، علاوه بر اینکه هنرمند بسیار خوبی بود یک انسان بسیار خوب بود، هیچ نوع حسد و هیچ اخلاق به خصوصی نداشت که کسی از دستش ناراحت بشه، بسیار مهربون بود و با همه دوست بود و همه رو دوست داشت و همیشه خوشحال و یک آدم بسیار مثبتی بود. من هیچ موقع جهان رو نگاتیو ندیده بودم در مورد هیچ مسئله. جهان یکی از ترانه‌خوانه های ایرانی، صدای نمیگم صدای پاپ خوب فرق میکنه، موسیقی ایرانی یا کلاسیک ما هم که بازم نمیخوام یه اسم بذارم، موسیقی ایرانی ما
فرق میکنه با موسیقی پاپ و ایشون واقعا موسیقی ایرانی میخون. آواز رو من میدونم که تا اونجا که اگر تعلیم داشت میتونست بخونه و ترانه هایی که میخون در ردیف کارهای ایرانی بود. آخرین باری که با جهان بودیم تو جشن نوروزی تپش، اونایی که با این جشن آشنایی دارن هنرمندا سر میزای مختلف نشستن و شانس من بود که من و جهان صندلیامون چسبیده بود به هم دیگه و در تمام طول شب یواش یواش به هم دیگه پچ کردیم، جوک گفتیم برای هم دیگه، خندیدیم، خاطرات واسه هم دیگه تعریف کردیم. اتفاقا صحبت این بود که با هم دیگه بریم هلند کنسرت بذاریم، چون اونجا طرفداراش ازش خواسته بودن و خودش به من پیشنهاد کرد که با هم بریم و واقعا شب بسیار پلزنت بود، صرفا به خاطر اینکه در کنار جهان نشسته بودم. هیچ وقت اون شب شیرین یادم نخواهد رفت. من با جهان چندین خاطره خیلی خوب دارم، واقعا یادش گرامی باشه. اولین خاطره که میتونم ازش تعریف بکنم، خیلی با من در مورد مسائل کارمون صحبت میکرد، به خصوص که من اوائل کارم بود و تجربه نداشتم. ما داشتیم مشغول آهنگای من بودیم، داشتیم کارها رو ضبط میکردیم و گوش میداد و من بهش مثل درد دل گفتم من نمیدونم که این آلبوم آیا میتونه آلبوم موفقی باشه. به من یه حرفی زد و من هیچ وقت اینو یادم نمیره، به من گفت تهیه یه آلبوم مثل یه آشپزی میمونه، یعنی که شما باید برین مواد اولیه این غذا رو تهیه بکنین، بیاین اینا رو همه رو آماده بکنین و درستشون بکنین و این غذا رو به قول معروف put together بکنین و آماده بشه. زمانی که شما این غذا رو میخواین سرو بکنین، همه آدما لذت میبرن و از شما تشکر میکنن به خاطر این غذای خوشمزه یا این چیزی که آماده کردین، ولی خود کسی که اینو پخته به نظرش به خاطر که تمام این زحمت‌ها رو کشیده تا موقع اونقدر از این چیز لذت نمیبره و این حرفش همیشه تو گوش منه و دقیقاً یک آلبوم این مراحل رو طی میکنه به خاطر اینکه خودت باهاش اینوالو هستی. و یه خاطره دیگه هم ازش دارم، سال گذشته دقیقاً عید نوروز گذشته بود که هوا سرد بود، بیرون وایساده بودیم، اومدیم که همه منتظر ماشینامون بودیم که بریم، دید که ما لباس شب پوشیده بودیم، پالتوشو در آورد انداخت رو دوش من، سرد بود. گفتم جوان جون اینجا سرد، خودت چی؟ گفت نه تو لباس تنت نیست. هیچ وقت محبتش یادم نمیره. اون آخرین باری بود که من جهان دیدم و همیشه خاطره خوب جهان در ذهن من هست و روح شاد باشه. امیدوارم، من میدونم که جهان در بین ما هست و ما رو میبینه و براش آرزوی پیس میکنم و امیدوارم که از خانوادهش میخوام اینجا تشکر بکنم به خاطر از خانم عزیزش، از دختر گلش، از پسرش که اینقدر این دوستان، چون جهان تنها متعلق به خانوادهش نبود، همه مردم دوستش داشتن به عنوان یه انسان خوب، به عنوان یه هنرمند و خانوادهش کاری کردن که یادش برای ماها به همون ارزش و چیزی که جهان داشت برای ما زنده بمونه و این کارو کردن که همیشه یاد جهان بین ما باشه به بهترین نحو. و من از اینجا از خانوادهش تشکر میکنم و برای اونا طول عمر، سلامتی و آرزوی بهترین ها رو میکنم و یاد جهان همیشه در بین ما هست و هیچ موقع از بین نخواهد رفت. به هر حال ما ایرانی ها به خصوص، حالا مخصوصا کسانی که با هم مشهور هستیم، با هم آشنا هستیم، با هم رفت آمد داریم، بدون شک هم در موقع سلام علیک یا درود فرستادن و هم در موقع خداحافظی هم دیگر رو بغل میکنیم و هم دیگر رو میبوسیم و عقیده من یه عادت بسیار زیبایی است. من یادم میاد همون اون شبی که بودیم بعد برای خداحافظی، خیلی خیلی با محبت با اومد جلو و بعد گفت انشالله در لس آنجلس هم دیگر رو ببینیم، هم دیگر رو بغل کردیم، بوسیدیم و بهش گفتم رو کارهای ایرانی زیاد کار بکن، روی ردیفای ایرانی، چون نداریم مثلش. واقعا اینی که میگن هنرمند صداش جاودانه است، چون ما هممون تا
تو این دنیای خاکی میاییم و میریم، ولی بعضی همون مثل جهان آثاری بر جا میگذاریم که تا قیامت این آثار اینجا خواهد بود و مردم از شنیدنش لذت میبرن. حقیقتش اینه که درسته که ما هنرمندا دوستای همدیگه هستیم، ولی بعضی وقتا سالها همدیگه رو نمیبینیم، ولی هر وقت میخواییم، هر وقت دلمون تنگ میشه، یکی از سیدی ها رو میذاریم، آهنگا رو گوش میکنیم و با اون صداشون و با اون هنرشون دیدار تازه میکنیم. الان امروزم من احساس نمیکنم که جهان رفته، برای اینکه صداش، کارش، هنرش همیشه اینجا خواهد بود و هر وقت دلم تنگ میشه اون صداشو میذارم تو سیدی و گوش میکنم، ولی واقعا دلم واسش تنگ میشه. کاشکی اینجا بود، در کنار من بود و من یک آغوش محکمی ازش میگرفتم، یه ماچ بوسه میکردیم، چون خودش اینقدر خوش اخلاق بود، اینقدر خونگر بود، از فاصله 10 متری لبخندش باز میشد و تو احساس میکردی که با یه دوست داری، به یه دوست داری نزدیک میشه. و جهان با وجود اینکه ما همیشه از دور با هم دوست بودیم، ولی یکی از بهترین دوستای من بود، یکی از بهترین هنرمندای ایرانه و جاش اینجا خیلی خالیه. من هیچ موقع فکر نمی کردم که یک روزی جهان در بین ما نباشه، ولی اگر میخواستم ازش خداحافظی بکنم مطمئناً بغلش میکردم، میبوسیدمش و ازش به خاطر همه کارهای قشنگی و همه خاطره‌های خوبی، آهنگ‌های قشنگی، چون من میدونم جهان چقدر به کارش وسواس داشت و همیشه دنبال کار خوب بود. حتی آخرین باری که من دیدمش فکر میکنم در استودیوی کجی بود و این آخرین باری بود که من دیدمش، به من پیشنهاد کرد که من دوست دارم برای تو یه کاری انجام بدم و هیچ وقت یادم نمیره، گفت داشت ایران این کارا رو انجام میداد برای آلبوم آخرش، گفت من یه دونه آهنگ قشنگ با شعر و تنظیم برای تو از ایران میگیرم و دوست دارم یه کاری رو با همدیگه انشالله بخونیم. من این سعادت داشتم، ولی همیشه اگر این آخرین باری بود که میخواستم ببینمش، همون جوری که گفتم بهش میگفتم که صدای قشنگ تو برای ما بذار، همون خاطراتی که برای ما گذاشتی، و هیچ موقع فکر نمی‌کردم از پیش ما بره. تو آسمون
بود و قهدی روشنایی آشیه درختمون تنهایی ماه تو آسمون بود و وقتی روشنایی وقتی رفت یه قطره اشک از شهر چشمان جاری بود ازش گرفتم هنگامه عزیز یکی از هنرمندان بسیار بسیار خانوم و به قولی بامعرفت. خدمت شما عرض کنم شعریست: اگر تو را باز یابم با مژده‌هایم راه را بر تو هموار خواهم کرد، با اشک چشمانم گل‌های رهگذرت را آبیاری خواهم نمود تا تو را بر جان خود جای دهم. اگر تو را باز یابم بستری از گل برایت آماده خواهم کرد، تنپوشی از حریر آغشته در عطر یاس بر تو خواهم پوشاند و با نوای شیرین لالایی قصه شیدائی و عشق را به گوش‌های زیبایت زمزمه خواهم کرد. آری آری اگر تو را باز یابم، آری اگر. هر کدوم از ما عزیزی از دست دادیم، این بازی طبیعت بوده و هست. یک روزی هم ما عزیزی میشیم برای دیگران، اما خوشا به حال اونهایی که عزیز بمونند و با عزت برند، چرا که رفتن هم برای خودش دنیایی داره. اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به بخش دیگری از برنامه‌ای که برای شما تهیه شد. Has it been that long? Only 2 pages. May I? It's only poetry. Many scholarly men are considered heretics. The Sultan wants to see you again. He likes you. Let me make it known.
The Byzantine commander has requested more reinforcements from the Pope. We caught one of their spies monitoring your troop movements. Your Excellency, may I present Omar Khayyam, the mathematician and astronomer. That was you? The one in the desert that night? ببینید راجع به یک مسئله بسیار مهمی صحبت کنم. نمیدونم اینو اینجا عنوان کردم یا نه، در ذهنم نیست، ولی اونایی که آدمای خوب هستن وقتی که میخوان برن، باور کنید یه پیامی میدن. من آدم فناتیکی نیستم و از فناتیسم هم خیلی بدم میاد، اما به یک چیزهای معتقدم. یکی از مسائلی که باعث شد واقعا چند روز من به جهان مداوم فکر کنم و بیاندیشم این بود. خب با آشنایی که من با هنرمندان دارم، با خوانندگان، تا اندازه‌ای در بسیار رابطه فعالیت‌هاشون آشنایی دارم در طول این 30 سال گذشته. خوانندگان ما مثلا چند ترانه‌ای رو شاید نیمه آماده داشته باشند، یا میکس نشده هست، یا تنظیمش کاملا نیست، یا چند تایی هم ممکنه آماده باشه. اما جهان زمانی که رفت 50 ترانه میکس شده و آماده از خودش به جا گذاشته بود. ترانه جدید؟ مگه میشه یک خواننده 50 ترانه آماده شده در آرشیوش داشته باشه؟ مگه میشه؟ برای این واقعیت داشت، برای جهان، جهانی که میدونست داره میره. برمیگردیم 21 سال قبل، هایده در سان فرانسیسکو به روی صحنه میره و خود بنده این ویدیو رو پخش کردم و روز بعدش هم در سان فرانسیسکو بودم و با فرزندانش گفتگو کردم که یک گزارش تاریخی شد به گفته بسیاری، چرا که کار بسیار سختی بود. ولی هایده در آخرین شب زندگیش میگه که زندگی مثل یک قطاریه که مسافرینش ایستگاه به ایستگاه پیاده میشن و ما هم جزء اون مسافرین هستیم. شاید فردا شب من در بین شما نباشم. نوارش هست؟ نه کامپیوتری بوده، نه تروکاجی یا انیمیشنی، نه. یک واقعیتی است که شبنگام که آخرین شب زندگی هایده باشه این چنین عنوان میکنه. به هر حال آدم های خوب همونطور که با عزت میرن یک پیامی هم میرن که من دارم میرم، آها زندگی رو انقدر سخت نگیریم. آقای پناهی، خواهش می‌کنم.
من آقای جهان رو اولین بار در تلویزیون دیدم، از صدای زیباش لذت بردم. واقعا شعر و آهنگایی که انتخاب میکرد خیلی زیبا بود. یکی از شعرهایی که خون از خانم فروغ فرخزاد بود که واقعا اون آهنگش فیورید آهنگ من بود. و بعدم که دیگه رفت آمد خانوادگی داشتیم و ایشون یکی دو بار در اجرای برنامه هاشون من دیده بودم کنسرتاشونو. جهان به غیر از صدای زیبایی که داشت و همه دوست داشتن صداشو، شخصیت و انسانیت والایی که داشت همیشه آدم یادش میاد. چون مهمترین مسئله اینه که در مراسمش یا در مصاحبه هایی که داشتن بعد از فوت جهان با خانوادهش و دوستانش، همه از جهان تعریف میکردن و همه یه خاطره خوب ازش داشتن. این خیلی مهمه که آدم وقتی میره همه خوب صحبت کنن راجع به اون آدم. یعنی این مشخصه که انسان خوبی بوده، همه رو دوست داشته و به همه محبت میکرده. این برای من خیلی همیشه مهمه تو زندگی و جهان این خصوصیت اخلاقی بسیار خوب رو داشت. خب یه صدای زیبایی که میتونست خیلی تاثیرگذار باشه با شعر و آهنگایی که انتخاب میکرد و جهان به نظر من تازه داشت جای خودش رو باز میکرد بین مردم و یه سری طرفدار خودش رو پیدا کرده بود و خیلی حیف شد که رفت، خیلی زود رفت. جهان عزیز خواننده بسیار خوبی بود، گلی از گلستان موسیقی ایرانی بود که رفت و دیگه بین ما نیست. ولی مهمترین چیزی که راجب جهان میتونیم راجبش صحبت کنیم این بود که به غیر از صدای زیبا و دلنشینی که داشت، به غیر از شعر و آهنگای قشنگی که انتخاب میکرد و قشنگ به زیبایی اجرا میکرد، خصوصیات اخلاقی بسیار خوب جهان بود که همه راجبش خوب صحبت میکنن و میگن که چه انسان خوبی بود، چقدر به همه احترام میذاشت، اهل خانواده بود، همسرش رو دوست داشت، برای بچه‌هاش احترام قائل بود. و این به نظر من تنها چیزیه که در این دنیا از هر کسی که از این دنیا میره باقی میمونه و بس. به هر حال این هنرمندایی که از بین ما میرن متاسفانه جاشون همیشه خالی میمونه و فقط یادشون و صداشون و خاطراتشون با ما میمونه. چقدر خوبه که هنرمندا رو تا زمانی که هستن قدرشون رو بدونیم. اگه کار خوبی ارائه میدن ازشون تشکر کنیم و استقبال کنیم از برنامه هاشون و کنسرت هاشون. و در ضمن به مینو جون عزیز، همسر بسیار خوب جهان که من یکی دو بار افتخار آشنایی با ایشون رو داشتم، تسلیت میگم. فقط میخواستم بگم که من و خانوادم شریک غم شما هستیم. انشالله که با یاد جهان زندگی کنی و انقدر که میبینم تو ریسپکت قائلی برای جهان، معلومه که عاشق هم دیگه بودین، همدیگر رو دوست داشتین و عشق خیلی زیباست. حتی اگه مدتش هم کوتاه باشه، مهمترین مسئله اینه که تو اون عشق رو داشتی و اون احساس رو تونستی تو این دنیا داشته باشی با خودت و حس کنی. به هر حال تسلیت دوباره میگم، انشالله که غم آخرت باشه. تسلیت دیگه ای دارم برای همه هموطنهای خوب و نازنینم، اونایی که هنر دوستن، اونایی که برای هنرمنداشون ارزش قائلن. انشالله که دیگه واقعا از این خبرها نباشه در جامعه هنری. من فکر میکنم یک کسی با صدای جهان عزیز هیچ وقت از بین ما نمیره و هیچ وقت نمیتونه خداحافظی کنه، چون صداش همیشه در این دنیا هست و ما باهاش زندگی میکنیم. ولی رفتن به نظر من حقه. هر انسان یک تایمی داره برای آمدن و برای رفتن و من هیچ وقت از این مسئله نترسیدم و من هم به هر حال یه روزی میرم و شاید اون دنیا هم دیگر رو ببینیم. چقدر جالب میشه اگه همه خواننده ها دور هم لااقل اون دنیا در صفا، در صمیمیت، در عشق دور هم جمع بشن. موقعیت دیگه پیش آمد که در مورد این بزرگمرد جهان عزیزم صحبت بکنم باهاتون. وقتی پسر عزیزش بابک به من زنگ زد، واقعا گذران یک سال رو حس نکرده بودم و وقتی خودش معرفی کرد و ازم خواست که در این گفتگو سهیم باشم باهاش، بی اختیار به خودم لرزیدم. دیدم یک سال گذشته، چون بار آخر جهان من در یک برنامه‌ای که تدارک یکی از برنامه‌های نوروزی یه تلویزیونی بود دیدمشون با خانمشون و منم با خانمم بودم. همیشه با اون
خنده های خیلی همچین شیطونی وارش از دور یه سلام علیکی کردیم با هم و بعد از اون در یک برنامه همون تلویزیون که برنامه 13 به در میخواستن درست بکنن پریپر باشه با جهان صحبت کردم و این بار بعد از این همه سال من چون نوبت فیلم برداریمون نشده بود فرصتی داشتم که با جهان یه مقدار عمیق‌تر صحبت کنم. بهش گفتم که به اعتقاد من تو یه فیوژنیست هستی، یک آدمی هستی که در نوع کار خودت بی نظیر هستی، آدمی هستی که پل ارتباطی بسیار زیبایی بین موسیقی اصیل و موسیقی پاپ زدی. حتی در مورد قدرت صداش باهاش صحبت کردم. البته یادم میاد وقتی وسط ضبط آلبوم خودم بودم، فراخواهی عزیز از کمپانی راسک آمد گفت تلفن این آقای خواننده رو داری؟ گفتم برای چی میخوای؟ گفت یه فیلم فارسیه، من به تشابه فیلمی که پیتر گابریل با اسکورسیزی Last Temptation of Christ بازی کردن و اون خواننده پاکستانی رو آوردن نصرت فاتح علی خان، من یه چانت، یه جیغ، یه فریاد این شکلی میخوام. گفتم اتفاقا جای دور نرو، این فریاد رو داریم، احتیاجم نداری که بری هالیوود، تو همین هالیوود بلوارد خودمون تو لس آنجلس داری. اون زمان که جهان آمد و با کاری از فرخزاد، خانم فرخزاد و تنظیم کاظم عالمی اون جاودان کارو کرد، مرا ببر مرا ببر، تصور من این بود که الان بزرگترین کنسرت در گیبسون امفی‌تئاتر برای جهان برگزار میشه. ولی بعد دقت کردم که این کار نشد به یک دلیل، به دو دلیل. یک، تواضع بیش از حد جهان که و اینکه هیچ وقت در مورد حق خودش، حق صدای خودش بر نخواست، و دوم کمکاری میدیا و میدیایی که به قول معروف اون زمان دست اندر کار کنسرت ها بودن. اسم نمیارم اینجا، ما جنگ و جدال نداریم. این داستان باعث شد که جهان، اون جهانی که جهان قشقایی، اون جهان قشقایی که با این که تمام استانداردها رو داشت بتونه به اون حد که مهر آخر روی موزیک خارج از کشور بزنه نداشت. در مورد وسعت صداش که باهاش صحبت کردم خیلی متواضع بود. در مورد آقای شجریان صحبت شد، خیلی حرفه ها به من گفت نوتای شجریان رو میتونم بزنم، ولی فرامرز جان زیبایی صدای شجریان ای تا اون لحظه‌ای که میره بالا است. مگه اون نوتو بخوام بزنم میتونم بزنم، ولی زیبایی صدام اونجا نیستش. ببین دیگه از این جواب قشنگتر نمیتونه باشه. چند تا شجریان داریم و چند تا جهان داریم، چند تا جهان داریم که شجریان ها آمدن آهنگاشون رو به این صورت مطابقشون رفتن. نبوده. چرا؟ مثلا شجریان گفته از اول کار من اصیل هستش، یا ناظری یا دوستان دیگه که بعد آمد. جهان ضمن این که این مکتب رو تیک کرد، تونست با پاپ تلفیق پیدا بکنه و تونست اون چیزی رو که دیمند دوستان خارج از کشور هست. آخه ما یه دیمنده و تقاضاهای های دیگه ای داریم تا بعد ملتی که داخل ایران هستن. بچه های ما نصفشون فارسی رو بلد نیستن صحبت کنن. اینو انجام داد. خیلی از جنریشن نسل جوان بودن که به دنبال صدای جهان برگشتن، رفتن فارسی رو یاد گرفتن. پس جهان کار خودشو کرد. اینکه اگر جهان رو ببینم باز چی میگم؟ به خدا همین حرفی که الان دارم بهتون میزنم، فقط میگم کجا بودی؟ یه مدت ندیدمت. چون تو زمین ناخودآگاه من جهان زنده است. اون آقایی که یه روزی گفت و صدا میماند اتفاقا درست گفت، ولی در خاطر من و در زمین من هم جهان صداش زنده است، هم خودش زنده است کنار منه. حوصله گریه زاری و عشق و این صحبت ها ندارم. دوست عزیزی بینمون بوده، الان نیست. اتفاقا اینو با قدرت میگم که در خارج از کشور یک نابغه را از دست دادیم. یه نابغه‌ای که هیچ وقت هیچ کس نتونست این خاک کوتاه از روی این جواهر بزنه کنار و اون جهانی که لازمش این بود که یک کنسرت 20,000 نفری بذاره و انجام بده انجام بشه. حالا هم دیر نشده. میدونم همتون میخندین. توی صف بانک آف امریکا
جهان دیده بودم تو ویدیو ولی هیچ وقت توی از نزدیک ندیده بودمش و جوانم که میدونم افمای میستاد یه شونش همچینی میکرد. از اون دور گفتم به خانمم تازه عروسی کردم گفتم این آقای باید جهان باشه. یه همچینی کرد گفتم شما جهانی؟ گفت آره عزیزم خودم هستم فهمیدم جهانه. اون بار اول بود که هم دیگر دیدیم در همین بودلند هیلز. این که همیشه این سوال در من بوده که آدمی که اینقدر شاده، اینقدر بگو بخنده، اینقدر جوکای قشنگ میگه، چطوری یه مطمئن میتونه در اپسیلون زمان کاراکترش اینقدر عوض بشه و اون صدای جاودانه این شکلی ازش در بیاد که میتونم با بدون اغراق بگم 70 میلیون میتونه تنشونو بلرزونه. این بزرگترین سرپرایزیست که در مورد جهان من دارم. یک جهان زیبایی، یک جهان استعداد، یک جهان معرفت، یک جهان آقایی، یک جهان تواضع، یک جهان خود جهان، جهان قشقایی. البته من این صدا رو دارم که زود سابکانشس مغزم میگه بازم میبینمش. یا من همیشه در مورد جهان، حتی بعد از اینکه خداحافظی کرد با ماها، خداحافظیش رو به اسم گودبای ندیدم، به صورت گودبای ندیدم، همیشه به صورت سو لانگ دیدم، یعنی به امید دیدار. باز میبینیم همدیگر رو، آقا اینجا نبینیم اون بر همدیگر رو میبینیم. شما که غریبه نیستید. زمانی که یحیی گل‌رویی از ایران در یکی از من تعداد بیشتر از 4 تا یا 5 تا آهنگ آهسته ندارم، همیشه ملت سرزنشم کردن، ولی وقتی که داستان پسرک گلفروش رو بهم داد دیدم چه نقطه اشتراک زیباییه و خوندم آهنگا. کورس یا ترجیبند آهنگم این هست که میگه آی خانم گل، آی آقا گل، اولین بهار من گل. آی خانم گل، آی آقا گل، آخرین بهار من گل. یک بچه گل فروش چیزی رو که داره به اجتماعش تقدیم میکنه، به ما ملت که واحدهای اون اجتماع هستیم، گلشه. یک هنرمندم صداش و وجودش و تأثیری که در قشرهای مختلف اجتماع میذاره هستش. تقدیمتون میکنم آهنگ پسرک گل فروشو که کاری است از کلامی است از یغما گل‌رویی که جهان و جهانها رو خیلی خوب میشناسه و تنظیمی از آندرانیک با صدای حقیر و آهنگم از فرامرز آصف هست. جدول بسته یه پسر بچه نشسته، گلای سرخو گرفته لای انگشتای بسته. گل فروش کوچک ما شبا زخماشو شمرده، همه ی آرزوهاشو باد دزده کوچه برده. اگرم با گشنگیهاش شب و تاسو سر آورده، سر رسیدن بهارو کسی یادش نیاورده، سر رسیدن بهارو کسی یادش نیاورده. آی خانم گل، آی آقا گل، اولین بهار من گل. آی خانم گل، آی آقا گل، آخرین بهار من گل. آدم ها تو فکر عیدن، فکر یک ماهی سفیدن،
اونا از تو خونه هاشون انگار هیچی نشنیدن، دیگه شب از راه رسیده، قنچه غروب و چیده از پسر بچه خسته، هیچ کی یک گل نخریده. پل آبر پیاده اما جای امن خوابه رو لب اون پسر، اما یک سؤال بی جوابه. ای خدا ای خدا، چرا نمیشه این گلا یه لقمه نوشه، جای خواب من رو ابرا روی بام آسمون شه، چرا سوسوی ستاره تو شب من نمیمونه، قدر این گلای سرخ چرا هیچ کس نمیدونه. آی خانم گل، آیا باحال اولی بهار ما گل، آی خانم گل، آیا باحال آخرین بهار ما گل، آی خانم گل، آیا باحال اولی روح شاد. عرض کنم من یه جمله کوتاه نوشتم، نمیدونم نوشتم جهان عزیز، همه از رفتن به جهان دیگر وحشت هراس و یا ترس دارم، ولی من برای دیدنم روز شماری میکنم. دوستت شهبار. عرض کنم خدمتتون که اولا درود به افراد خانواده جهان که اینجوری از روز اول، از روز اولی که جهان رفت تا الانه کارهایی براش کردند که واقعا تا حالا من ندیده بودم هیچ خانواده، هیچ کدوم از خانواده های این دوستان عزیز و هنرمند اینطوری این برنامه ها رو برگزار کنن. و من دلیلش رو فقط یک چیز میدونم، فکر میکنم که قشنگ افراد خانوادهش متوجه شدن که چقدر ارزش داشت این شخص در بین خانوادهش و در بین ملتش. من هیچ وقت رفتن این هنرمندان بزرگمونو رفتن ابدی نمیدونم، رفتنی مثل مسافرت میدونم. من خیلی کسا از دوستانم که الان هستن دو این ور اون ورن کم میبینمشون، فقط جهان داریم کم میبینیم، وگرنه در بودنش شک نکنید که همیشه هست، صداش جاودانه است. چیزی که خیلی راحت میتونید شما یه دونه سیدیشو بگیرید بذارید یه جای تنها که خودتون هستید، ببینید تا حالا صدایی به این زیبایی شنیدید؟ شاید شنیدید صداهای دیگه هم خیلی زیبا هستن، ولی صدای جهان برای خودش یک پرسنالیتی، شخصیت دیگری داشت. خیلی راحت میتونید این تشخیص بدین که الان این صدا توی بین هنرمندان ایرانی یک ویژگی خودشو داره. اینو تمام کسایی که حتی سبک خود جهان آواز میخوندن مثل معین عزیز که واقعا شاهکاره و دیگر دوستان، همه اینو میگن، همه میگن که صدای جهان یه صدایی بود که آدم هیچ وقت فراموش نمیکنه. حتی الانه که کمم میبینیمش بازم میبینیم صداش تو گوشمون
تنین اندازه. من در هر صورت برای خانوادهش فقط از کم دیدن اون یه ذره میخوام بگم که انشالله که شما بتونید دوریشو کم دیدنشو تحمل بکنید، به دلیل اینکه همه ما حتی اگر الان یک سالمون هست، یه چیزی حدود 80-90 سال دیگه این یک ساله هم وجود نخواهد داشت. چیزی نیست که ابدی باشه برای هیچ کدومون. من چندین بار با جهان مصاحبه داشتم در برنامه‌های تلویزیونی و اولین بار که دیدمش واقعا خیلی دوستش داشتم، خیلی زیاد. جهان خیلی مردمدار، خیلی خانواده دوست، هنرمند خوب با صدای بسیار بسیار خوب و دلنشین. 20 سال پیش میشناختمش، از زمانی که آقای مسعودی استودیوی توی لاسینگا داشتن که جهان زنده یا جهان هم با ایشون همکاری میکردن اونجا، و بعد از اون دیگه کم کم جهان اومد تو کار به جرگه خواننده های پیوست. ولی خب متاسفانه باید بگم که مثل زنده یاد مازیار، اون هم یه بدشانسی آورد. وقتی که درست کاشت و موقع برداشته شد، مثل اینکه دیگه عجل مهلتش نداد و این آخر سریا دوتا سی دی خیلی خوب به بازار داده بود که آهنگای قدیمی رو بازخونی کرده بود. البته ایران مثل اینکه ضبط میکرد اینا رو و کارهای قشنگی بودش و متاسفانه دیگه. باری که آقای جهان عزیز رو دیدم، خونه منزل آقای رامین زمانی بود، حدود فکر میکنم 7 سال پیش بود. ایشون اونجا داشتن با آقای رامین زمانی یک کاری انجام میدادن که من رفتم و ساز ستار رو درآوردم. بعد یکی دوتا کار داشتم براشون میزدم و ایشون هم شروع کردن به آواز خوندن. من اولین بار ایشون رو اونجا دیدم. سان فرانسیسکو بودیم، برنامه داشتیم، من اوپنینگ و اینترمیشن اکت بودم با آقای جهان و خانم شکیلا، و برنامه که تموم شد از برنامه‌گذار پرسیدم شب کجا اقامت داریم، چون دیدم بچه‌ها دارن آماده میشن، جهان و گروهش و خانم شکیلا و گروهش به طرف هتل داشتن، هتل نیکو در سان فرانسیسکو. و برنامه‌گذار من گفت شما قرار شب اینجا بمونین؟ یعنی سطل آب یخ رو من می‌ریختی، من چیزی نمیگفتم تا اینکه حرف اینکه این بشر زد. نمیدونم، شاید تو دید اون، دید کوته فکری اون، هنرمند کسی که واقعا میکروفون دست میگیره و آواز میخونه، نمیدونم، من قضاوت نمیکنم، ولی خب شبیه اور امثال این بشر اور این شبه بشر، هر چی بخواید صداش کنین، که برنامه گذار ما بود زیادن. ولی خب این در مورد اون نیست این ویدیو. جهان وقتی دید که این برنامه‌گذار برای من اتاق نگرفته بود، یک طوری وانمود کرد که انگار آب از آب تکون نخورده. گفت خوبش کنم رو میریم هتل. رفتیم هتل و از فرانت دسک کلرک، متصدی که چکین میکردیم، گفت من میتونم این اتاق کینگ سایز بدم رو عوض کنم به دبل بد کوین سایز. فرانت دسک کلرک هم بهش گفت متاسفم we're sold out. گفت هیچ رای نداره. گفت نه. گفت پس میتونی یه از این تختایی که تاشو هست فنری بفرستیم اتاق من. اونا هم اطاعت کردن و ما بالاخره پایین موندیم، یه قهوه خوردیم قبل از اینکه بریم بالا. وقتی رسیدیم بالا، داستان رو کوتاه کنم، یه تخت فنری توی اتاق بود و من چون اعصابم خورد بود از اعمال برنامه گذار، احتیاج داشتم که یک دوش طولانی آب گرم بگیرم که خیالم راحت بشه. و وقتی که میخواستم برم دوش بگیرم، جهان حالا نمیرم به شوخی یا جدی، از من پرسید، گفت کدوم تخت میخوای؟ گفتم خب جهان پرسیدن نداره، قد من رو نگاه کن، قد تو رو نگاه کن، هیکل من رو نگاه کن، هیکل خب مسلمه من کینگ سایز بده میخوام. و خندیدم و اونم خندید و من رفتم دوشم رو گرفتم و 20 دقیقه بعد اومدم. جهان مثل فقط در روی صحنه کنسرت نمیذاره، کنسرت سمفونی خور و پفش بعد از 20 دقیقه میامدن بیرون، در هوا پیچیده بود، در هوای اون اتاق، و دیدم که مثل یه بچه آروم رو تخت خوابیده بود، رو تخت فنری. من همیشه رول صحبت میکنم،
جهان آدم قد بلندی نبود، هیکل درشتی نداشت، ولی اون شب بلندترین و بزرگترین هنرمندی بود که من این افتخار رو داشتم که باهاش هم روی صحنه همکاری کرده باشم. من همین که یه اتاق باهاش شیر کرده باشم. امثال جهان یکی دو سه تایی رو به چشم خودم دیدم، ولی اون شب این تکرار نشدنی بود. دوستام اندی، امید، ولی این کاری که جهان کرد واقعا ارزشش با هیچ پولی نمیشه خرید. خاطری که از جهان دارم این بود که چندین بار مهمان برنامه من بود و اولین بار که دیدمش برای من تعریف کرد که خاطراتش رو میگفت و تعریف کرد که به ایران رفته و در یک برنامه‌ای در یک محفلی که همه هنرمندان اونجا جمع بودن اونجا بوده و رفته روی صحنه و خونده براشون و خیلی این براش واقعا به دلش نشسته بود. خیلی دوست داشت که تونسته در ایران در بین هنرمندان باشه و روی صحنه بره و براشون بخونه. من صدای جهان رو خیلی دوست داشتم و علاوه بر صداش انسان بسیار خوبی بود، خیلی مردم دار و بسیار خانواده دوست. این هستش که متاسفم که ما جهان رو خیلی زود از دست دادیم. من بچه که بودم فکر میکنم حدود 13-14 سالم که بود خیلی صدای آقای جهان رو دوست داشتم. فکر کنم اون موقع اولین موقع کاست بود اگه اشتباه نکنم، اولین کاست ایشون اومده بود به بازار و هم من هم پدرم خیلی علاقه داشتیم به صدای ایشون. یه بار تو ماشین داشتیم این کاست رو گوش میدادیم با پدر، بعد از اونجایی که پدرم خیلی موسیقی سنتی رو دوست داره و خودش نوازنده است، گفت سلماز ببین یه کسی که درست موسیقی ایرانی رو داره اجرا میکنه ایشون هستش. بعد من بهش گفتم بابا من خیلی ایشون رو دوست دارم، من نمیدونم ایشون کجاست ولی وقتی ببینمش چجوری باید بهش بگم؟ حتما خیلی ها بهش میگن دوستش دارن، صداش رو دوست دارن، هنرش رو دوست دارن. بعد پدرم همیشه به من یاد داده بود که یک خانوم هیچ وقت به یه جنس مخالف، حالا هر کی میخواد باشه در هر سن و سالی، وقتی خیلی دوستش داره دو تا کار نباید بکنه. یکی این که نباید باهاش ببوستش و نباید بهش بگه قربونت برم. این دو تا چیز بود که این پدر به من یاد داده بود در اون زمان و هیچ وقت یادم نمیره سوالی که از پدرم کردم، گفتم بابا حالا اگه آدم خیلی یه نفر دوست داشته باشه چی؟ گفت خیلی اگه حدش زیاد باشه دیگه باید دستاش رو ببوسی. مثلا گفت من با پدر خودم همچین کاری رو میکنم، دستش رو میبوسم. بعد آقای جهان عزیز رو که دیدم برای اولین بار منزل آقای رامین زمانی، برایش اینو تعریف کردم، گفتم اجازه میدین دستتون رو ببوسم؟ گفت اصلا من اجازه نمیدم. گفتم خواهش میکنم به خاطر بچگیام اجازه بدین دستتون رو ببوسم. خلاصه دستشون رو بوسیدم و این آرزوی من برآورده شد. یه خاطره خیلی خوبی بود که من از آقای جهان داشتم. جهان و امثال جهان جهانی هستن، مال همین دور و بران، هیچ جا نمیرن. اگرم برن جای بهتر از اینجا میرن، بس دیگه هیچ ناراحتی نداریم. ناراحت موقعی باید باشیم واسه اینکه وقتی میبینیمشون کسایی هستن که به دردمون نمیخورن. جهان به دردمون میخورد همیشه، همیشه لازمش داریم، بهش احتیاج داریم. خودش هم وقتی نیست یه جا دیگه هست نمیبینیمش و هم میداریم سیدیشو میذاریم. وقتی سیدیشو میذاری مثل که پرود نشست. الان عکسش اینجا من دارم میبینم، این همین عکسیه که من همیشه میدیدم. همیشه جهانو من با این عکس این شکلی میشناسم. جهانو هیچ وقت روی صندلی چرخدار نخواهم دید. فکر نمیکنین این یه ویژگی خودش که این جهانو ما همیشه اینجوری میبینمش، هیچ وقت جوری دیگه نمیبینم. نمیبینمش مثل من چروکیده شده یا اینکه نمیدونم عصا دستشه رو صندلی چرخدار نشسته پسرش میگه ای بابا چقدر ببرمش مریض خونه بیارمش. یه همچین روزی رو شما برای جهان نمیبینید. من چیز واسه مایکل جکسون هم همیشه گفتم، مایکل جکسون رو شما همیشه همون مایکل جکسون میبینیدش که
اینجوری روزای آخر رو صحنه میدیدنش. هیچ وقت مایکل جنسن رو شما نمیتونی بگی دیدمش دولا بود، پی بود، نشسته بود با نوش داشت بازی میکرد. از این چیزا نیست. در صورت هر جا که هست جایی باشه که انشالله راحته، هر جا که هست ما هم همیشه یادشیم و خوشبختانه از خودش آثاری گذاشت، چون هم در خانواده میتونین الان باشون رفت آمد بکنین. بوی جهان هست اینجا که من نشستم، بوی جهان میاد. جهان تو هم اینجاها بوده، همیشه بوده، الان هم هستش. کسایی دور اطرافتون رو نگاه میکنین، وابسته هاشو میبینین، خیلی نزدیکی احساس میکنین. من دخترشون رو الان دیدم، دخترش رو دیدم و تو با این وجودی تا حالا ندیده بودم، یا اگه دیده بودم سیاه توجه نکرده بودم. الان که دیدم مثل من، خب الان دوباره دختر جوانه دیدم اینجا نشسته، حتما جوانم یه ساعت دیگه، پنج ساعت دیگه، ده ساعت دیگه میاد و میبینیمش. همین نیست که اینجا هست میبینیمش. صداش محسوس خودش بود و به همین خاطر هم کارش گرفت و داشت به قول معروف پله های ترقی رو طی میکرد دیگه. ولی خب متاسفانه دیگه باید بگم یه چنین مسئله پیش اومد و روح شاد باشه و روانش آمرزیده باشه. من به عنوان یه همکار همیشه و همیشه دوستش داشتم، همیشه هم احساس کردم که لازم دارم که صداشو بشنوم، به دلیل اینکه روحیم رو عوض میکنه. صدای ملکوتی داشتش. حالا نمیدونم واسه کی داره میخونه، من باعث پیدا کنم این موضوع رو که بگم باید باز هم برای ما بخونیم. خواهش میکنم هیچ وقت هنرمندان با ارزش رو از یاد نبرید، واسه اونا رفتنی نیستن، همیشه در همین جهان یه جایی دور بر ما هستن، مگر اینکه ما انقدر دوستشون نداشته باشیم. وقتی دوستشون داریم هیچ وقت فکر نمیکنیم دور از ما هستن. من همونطور که به تسلیت اعتقاد ندارم، به خداحافظی هم اعتقاد ندارم. من فکر نمیکنم آخرین کنسرت که با جهان روی این کره زمین داشتیم آخرین بار بود که جهان رو دید ببینم. بالاخره یه کنسرت هم اونجا میذاریم، اون میخونه، من مردم رو میخندونم. خداحافظی نه اصلا. I'll see you in a better world. جهان رو بسیاری از شما میدونید که جایی که خاک سپاری بود در کنار پدرم هست، مزارش. و من هر وقت به دیدن پدرم میرم حتما بالای سر جهان هم میرم. همه هموطنان عقیده بر این دارن که هنرمندا همیشه زنده هستن. درسته صداشون هست، تصاویرشون هست، اما برای یک خانواده بسیار مشکله تحمل دوری اون عزیز. همیشه به خود من هم گفتن که خب پدرت ویگن، برای همه زنده است. اما درسته صداش هست، تصویرش هست، اما وقتی که من دلم براش تنگ میشه اون موقع در کنار من نیست. و اینکه مطمئن هستم که خانواده جهان هم همین احساس رو دارن. من بازم تسلیت میگم به خانواده جهان و به دوستداران صدای جهان. و ای کاش ما قدر هنرمندانمون رو بیشتر بدونیم. جهان خیلی زود رفت، متاسفانه خیلی زود بود، و ای کاش که قدرشون رو بیشتر بدونیم، و ای کاش که الان اینجا بود، در کنار من بود، و اینکه من میتونستم با اجازه خانوادش و همسر عزیزش بغلش کنم جهان رو و ببوسمش. من تمام آهنگایی که آقای جهان خونده بودن رو دوست دارم و این واقعیته. ولی یکی از کاراشون که شنیدم که واقعا به دلم نشست دنیای آروم بود که برای خانمشون مینو خانم خونده بودن. Thank you.
لبخند معصومت دنیای آرومت خوشی تو چشمات عدرشو میدونم های خرمایی دستای مردادی شهری به لبهات قدرشو میدونم خورشیدم خانومم من با تو آرومم رویای دنیای دستا خورشیدم خانومم من با تو آرومم دنیا رویام دستا تو میبوسم حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آیی به اتفاق جهان میتوان گرفت جهان از دوستان من و همیشه در قلب من زنده و جاوید است صدای آسمانی او را هنوز میشنوم و هنری که خداوند به او هدیه کرده بود را همیشه ستایش می کنم. هنر یک امانت و ودیعه خدایی است که کوه‌ها، دریاها و آسمان‌ها از حمل بار سنگین آن عاجزند. به قول خواجه حافظ شیرازی آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدند آنچه از جهان به یادگار مانده است سوز صدای آسمانی و اخلاق پسندیده شیرازی اوست خوشا شیراز و وضع بی مثالش خداوندا نگه دار از زوالش جهان زاییده شده و پرورش یافته
اقلیم مقدس شیراز است، شهری که فیلسوفانی چون ملا صدرا و روزبهان و شاعرانی چون سعدی و حافظ را پرورش داده است. هنری که جهان داشت فقط صدای او نبود، بلکه اخلاق پسندیده او، شرم و حیای او و شخصیت پاک و بی آلایش او بود که صوت و نوای او را صد چندان جذاب و دلنشین می کرد. دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی، آری آری سخن عشق نشانی دارد. اخلاق و رفتار پسندیده انسان را والا می کند، جذابیت انسان را دو چندان می کند، صفای باطن را به معرض نمایش می گذارد. من اخلاق پسندیده را از جهان آموختم، به قول سعدی شیراز، ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. اکنون که یک سال از پرواز ملکوتی جهان می گذرد، انفاس مسیحایی این ستاره موسیقی ایران را بیشتر احساس می کنم و مقام و مرتبه او را بیشتر از آنچه که تصور می کردم می بینم. قدر آینه بدانیم چو هست، نه در آن وقت که افتاد و شکست. روانش شاد و صدایش جاودان باد. و من وظیفه خودم میدونستم به خاطر خانواده محترم جهان عزیزم و خصوصا دختر عزیزش بیتا که بسیار بیقرار پدر مهربونش بوده، تصویری رو تقدیم ایشون کردم. آنان که مردند ای ساقی، در خاک غرور خفتند ای ساقی، ره زین شب تاریک نبردند به روز، گفتند فسانه ای رو در خاک شد. اونهایی که با غرور زندگی کردند، اونهایی که با غرور زندگی میکنند، اونهایی که فکر میکنند که با غرور و مقام و پول و ثروت میشه محبوبیتی رو برای خود خرید، سخت داشت. اگر امروز جهان در اینجاست، جهان در اینجاست، جهان ماست. داود روستایی میاد ساعتها از زندگیش رو میذاره که یادگاری بسازه. برای کی؟ برای هنرمندی چون جهان. اسکیموها در فرهنگشون بر این است که وقتی که پدر خانواده پیر میشه، این پدر خودش اعلام میکنه که من میخوام از این خانه برم و این رو میذارم در یه سبدی و در میان اون برف و سرما میبرنش به کوهستان و در اونجا رهاش میکنند تا خودش در اونجا بمیره و تومه حیوانات بشه. این فرهنگش. یکی از این روزها پدر خانواده میگه که منو ببرید و پسر به اتفاق فرزندش که نوه اون پدر بزرگ باشه، به اتفاق پدر رو میذارن رو یک سبدی و میبرنش در اون کوهستان و باهاش خداحافظی میکنند و میاد. در این را پسر به پدرش میگه که پدر کاش این سبد رو با خودمون میآوردی. پدر میگه برای چی؟ میگه برای اینکه وقتی که تو پیر شدی من تو رو توی همون سبد بذارم و ببرم در کوهستان رها کنم. امروز وقتی میبینیم
فرزندان جهان بابک و بیتا این چنین احترام می‌گذارند حتی به رفتن پدر به خاطر که چیزی از پدر نشانی دیدن، عشق دیدن، فرهنگ خانواده دیدن که امروز فرزندانش این چنین می‌اندیشن، عمل می‌کنن برای زنده بودن و احترام به جهان. این کارها یعنی اینکه ما می‌خوام جهان رو برای خودمون داشته باشیم. چند سال نزدیک دو ماه قبل وقتی که بابک اومد پیش من گفتش که اما می‌خوام یه همچین کاری بکنیم، گفتم بسیار کار قشنگه، درود به شرفت، درسی باشه برای دیگران که اگر خدایی نکرده عزیزشون رفت این چنون احترام بذارم به رفتشون. چیزی رو به من داد که بسیار منو تحت تاثیر قرار داد. در بازار کساد موسیقی که همه کپی میگیرن و سیزی رو به بازار رو میدن و به خاطر همه کپی خریداری نداره از مالی، دیدم برای احترام به جهان بابک آمده با 10 CD از تمامی کارهای جهان که تا به امروز خونده مجموعه درست کرده. بسیار عشان بسیار زیبا و بسیار خرج. این کار خرج داره، هیچ کاری هم روش نیست، اما این احترامه، این عشق، این هاست که اجری میمونه برای بابک و بابک ها و بیتا و بیتا. از بابک عزیزم خواهش میکنم بیاد اینجا. اولا میخوام تشکر کنم که واقعا اینقدر جمعیت اومدن، دست همشون درد نکنه، دست کسانی که با من همکاری کردن درد نکنه. اسما را بیارم واقعا یه لیست طولانی میشه. آقای کوجی هستن، آقای بیگدلی تلویزیونت همکاری کردن، آقای رفیعی، آقای امن واسمی، دست همه درد نکنه. تو این یک سال واقعا دلداری دارن به ما و خوبه دادن بدن که دوستایی هستن کنار هم و هنرمنده به کمک من کردن تو این مراسم و کنار هم بودن آقای واسف، خانم هنگامی، خانم سلماز، خانم لیلا فروهر. دارم میگم من این لیست رو واقعا بخونم دو ساعت این بالا هستم، ولی دلیل اومدم اون بالا اینه که دو تا سورپرایز داشتم برای امروز. سورپرایز اولین این بود که یه 50 آهنگ جهان رو که هیچ کس نشنیده غیر از خودم و خانواده خودم آماده کرده بودم که بشنویم، ولی تا داشتم میادم به سالن دیدم که نمیشه این کار رو بکنم. دیدم واقعا یه سورپرایز خیلی ازن خیلی خوشحال میشین همتون. برام یه ویدیو آماده کردیم، آخرین ویدیو جهانی تو سالن ما گرفتیم و اینو دوست دارم برای اولین بار اینجا اجازه پخش کنیم. این ویدیو هستش وقتی میای، آهنگ سوغاتی و خواهش میکنم توجه کنید. واسه که تکرار به
کنم دلهای خوابان و درم واسه که بیدار بکنم از کبود درهای ام واسه که دونه بپاشه مگه تن من میتونم بدون تو زنده باشم بی تو میگیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هر چی میخوام میرسم به هر چی میخوام میرسم من با اجازهتون یه نقطه رو فهم میخوام اضافه کنم اینجا. متاسفانه آهنگایی که میخواستیم پخش کنیم اینجا پخش میشه. این برنامه وقت تو تلویزیون داره پخش میشه حتما توجه کنین، چون یه سری بهش اضافه میشه تا امروز تو این سالن اتفاق نیفتاده. آهنگای جهان جدیداش پخش میشه. فیلم عمر خیام تا آقای اندی در مورد صحبت کردن تو برنامه تلویزیونی حتما پخش میشه. مصاحبه‌های هنرمندانی که امروز نتونستن بین ما باشن و وقت نبود که اینا رو اضافه کنیم همه‌شون هستن دیگه، همه هنرمندا تو اون برنامه 100% هستن. این ویدیو که الان اینجا شما دیدین دقیقاً 18 ساعت قبل از فوت جهان ضبط شده، برای همین خودتون میتونید از تصویر ببینید که واقعاً اصلا نمیدونم واقعاً چی بهتون میگم، ولی این 18 ساعت قبل ضبط شده. ویدیوهای تو جدید از جهان میبینین همه‌شون همون روز ضبط شده، روز قبلش، و آهنگای جدیدش هم به زودی میاد بیرون. از دست دادن یکی واقعا راحت نیستش، ولی با اینقدر دوست و خانواده و آشنایی که دور و بر ما هستش خیلی راحت تر بوده این یک سال. برای همین همتون خواهش میکنم برای خودتون یه دست اول بزنید تا در کنار ما بودید. واقعا و قبل از این تریبیون رو به آقای نادرفی دوباره پس بدم، خواهش میکنم تا یه دست گندم برای جهان بزنید تا رفاقت رو به هممون یاد داده. مرسی. قطعاً موفقیت‌های جهان به خاطر حمایت از زندگیش بوده، حمایت از سوی کسانی که در زندگیش بودن، ببخشید، حمایت، عشق، ایثار،
از سوی همسرش و فرزندانش. به این دلیل که وقتی که شما ایثار میکنید یک جاده دو طرفه است و این ایثارگری رو میبینید. قطعا جهان ایثارگر بود که امروز این چنین داره پس میگیره. و از قدیم و ندیم گفتن پشت سر هر مرد موفقی یک زن موفق ایستاده. مینوی عزیزم نشون داد چه زمانی که جهان در قید حیات بود و حتی چه زمانی که رفت همسری بود و هست وفادار. چون وقتی یه عزیزی میره که تموم نمیشه، که باید باش زندگی کرد، در کنارش زندگی کرد. مینوی عزیزم سنگ بسیار زیبا و قشنگی رو مقبره‌ای تهیه میکنه برای جهان که امروز وقتی بر مزار جهان میریم میبینیم. اما با وفاتر ایشالله که بقای عمرش باشه، ایشالله باشه، اما رفتن حق دیگه، باید قبول کرد. همه ما میریم، همه ما در همان قطاری هستیم که ایستگاه به ایستگاه باید پیاده بشیم. مینوی عزیزم سنگی رو در کنار سنگ جهان میگذاره که عکس خودش و جهان در کنار یکدیگر است. وقتی شما بر مزار جهان میرید این عشق رو میبینید. این همان ایثارگری هست که در خانواده جهان به چشم میخوره. از مینوی عزیزم خواهش میکنم اینجا بیاد. سلام عرض میکنم خدمت یکایک همتون که تشریف آوردین. خیلی ممنونم از یکایکتون. من متاسفانه مثل یه مهمون اومدم، از هیچی آگاهی نداشتم، نمیدونم باید چی بگم جز اینه که تشکر کنم. همه کارا رو بابک انجام داده و از من خواسته که در این کار دخالت نکنم و خیلی هم خوب انجام داده، خیلی ازش ممنونم. از تمام کسایی که اینجا همکاری کردن، از تمام هنرمندایی که اومدن اینجا برنامه اجرا کردن، از یکایکشون ممنونم، دست یکایکشون رو میبوسم. بابک از منم سوال کرد که اگر جهان رو ببینی چی کار میکنی؟ من فکر میکنم اگر ببینمش حسابی باش دعوا میکنم و خودم با دست خودم میکشمش، چون یک سال گریه کردم، یک سال اشک ریختم و این به خاطر این بود که بسیار انسان حساسی بود، مسائل خیلی براش مهم بود، زمان خیلی براش مهم بود. فکر میکنم خیلی بهتر بود که اینقدر حساسیتشو بذاره کنار تا عمر بیشتری کنه. این نظر من بوده. در صورت هر کسی خاطره‌ای داره با جهان، منم خوب تو این سالا خیلی خاطره دارم ازش. بهترین خاطرات من این بود که خودش تعریف میکرد از زمان بچگیش، میگفت هر موقع قهر میکردم مامانم برام غذا میذاشت کنار و من با اون حالت گریه میگفتم اون برای هر کیه کمشه. برای همین این بهترین خاطره بود که من همیشه از جهان همیشه یادم بود. من اول تشکر کنم از کسایی که گل فرستادن، از آرش جاهدی عزیز که از ایران گل فرستاده، از آقای یعقوب زاهدی که از عمان گل فرستاده، از کسایی که توی فیسبوک خیلی منو کمک کردن توی این یک سال، واقعا از هر راهی به من کمک کردن تا من کمتر گریه کنم. از علی نقیان فکر میکنم، از کیش که هر چی پول در می آورد خرج تلفن کردن به من بود. از خانواده خودم تشکر می کنم که واقعا مثل یه کوه پشت من بودن تو این یه سال. من مشکلاتمو خیلی کم احساس کردم. از برادرم، خواهرم، مادرم، از همشون تشکر می کنم.
از مادر جهان عزیز تشکر میکنم که تو این یک سال به من دلداری داد. من فکر میکنم برعکس اینه که من به اون دلداری بدم، اون به من دلداری میداد و خیلی ازش ممنونم. از تمام رسانه ها که بدون چش داشت، اینو همیشه گفتم، برنامه ها رو پخش میکردن، به من تلفن میزدن، جویای حال من بودن، از تمامشون ممنونم. از هنرمنده عزیزی که از تهران زنگ زدن، آقای سعید کنگرانی، از آقای وحدت، از آقای عارف عزیز و خانمش که خیلی از من پذیرایی کردن، از همشون ممنونم. والا خیلی زیادن، منم به قول بابکی آدم نمیاد، ولی تو این یک سال کمک همه بود تا من تونستم خودم رو پیدا کنم، تونستم کمکی باشم برای بابک تا بتونه سیدی های جهان رو جمع کنه. همینجوری که گفت حدود 50 تا آهنگ داره که به زودی به گروه های مختلف به بازار میده. امیدوارم که خوشتون بیاد و لذت ببرین. از یک کاری که شما ممنونم، از اینه که تشریف آوردین، خیلی سپاسگزارم. برای تو عمر من که پای تو بود، خاطرات خوب من با تو ملاقات. از دوستان نزدیک جهان باید یاد کنم، از آقای حسن خانباپور، جوزف عزیز، خانواده مسرور، به خصوص بهزاد مسرور که از دوستان بسیار نزدیک جهان بودن و ممنونم که گه و بیگاه آمدن و به اتفاق با هم رفتیم بر مزار جهان. چند روز قبل با علیرضا امیرقاسمی وقتی صحبت میکردیم در رابطه با هنرمندان، صحبت همین بود که چقدر خوبه که حتی چنین مجالسی برگزار بشه که احترامی باشه به جامعه هنری، به هنرمندانمون و به موسیقی که به هر حال به حالت نیمه جان هست در اینجا، و حمایت و حضور و اهمیت دادن به اندازه ایست که میتونه این جسد بی جان موسیقی ما رو بهش نفسی بده و خدای نکنه که ما باز هم شاهد از دست دادن هنرمندانمون باشیم. ولی چقدر خوبه که براشون بزرگداشتی بذاریم در زمانی که در قید حیات هستند. من در پایان میخوام از استاد فن، استاد اهل موسیقی، پیشکسوت، که او هم جای بسیار بالایی در موسیقی ما داره، معرفتش، آقایی و شخصیتش سبانزد هست، دعوت کنم به اینجا بیان. آقای هوشمند عقیلی، خواهش میکنم. و چه کسی میتونه با صداش و با کلام گرمش حسن ختامی باشه برای چنین جلسه بسیار بسیار پرارزش و گرامی؟ سپاسگزار از حضور یکایک که شمایی که به اینجا آمدید، بقای عمر تمامی شما عزیزان و عزیزانتون باشه. امیدواریم که باشیم و دیگر چنین صحنه هایی رو نبینیم. سپاسگزار از شما. خانم ها، آقایان، البته با این محبتی که به من کردید من به زبانم خاصرتر شد. با ابراز همدردی به خانواده محترم جهان عزیزی که خیلی زود به جهان دیگر شتافت، از دوستان مخصوصا خانواده ایشون گفتن که من یک مثنوی بخونم به یاد ایشون، ولی دریغم اومد که یه کلامه این نگم. ما این که اینجا نشستیم فکر میکنم دارای دو نظر باشیم نسبت به رفتنمون. بسیاری معتقد هستیم که جهان دیگری هست که آقای نورالله خرازی به نام نوری
در یه جمله زیبایی میگه که یا مینویسه: ما باطلاق زندگی را میپیماییم تا به سرمنزل هستی برسیم. و امیدوارم اونهایی که به این اعتقاد هستن همه در سرمنزلی باشن که بسیار از این دنیایی که هستیم، که به قول آقای انوری یادش بخیر اونم میگفت زندگی هم چه آش دهنسوزی هم نیست واقعا، چه واقعا نیست، و اگر هست در اونجا باشه، یا هم اگر جایی نیست آخر خطه که ما میریم، او هم فریدون مشیری بسیار قصیده بسیار زیبایی داره که البته من کوچیکشو میگم، که میگه چرا از مرگ میترسی؟ چرا از این خواب جان آرام شیرین روگردانی؟ کجا از مرگ خوشتر میتوانی دید؟ نه دیروزی، نه امروزی، نه فردایی. بعد مثال میزنه که مگه افیون و می برای چند لحظه از خود بی خود شدن نیست؟ برای چند لحظه آرامش نیست؟ ولی میگه که اگر درمان اندوهند، خماری جانگزا دارند. خوشان خوابی که بیداری نمی بیند، خوشان مستی که هوشیاری نمی بیند. در خواب ابدی بودن هم بر خودش بقیده من یک دنیای دیگری است. ای عشق منم از تو سرگشت بروز فایی و اندر همه عالم مشهور به شیدایی. در نامه مجنونان از نام من آغازند، زن پیش اگر بودم سردفتر دانایی. ای باد فروش من، سرمایه جوش من، ای از تو خروش من نایم و تو نایی. در من نفسی دردم، گر زندگیم خواهی در من نفسی دردم، من مرده یه صد ساله، تو روح مسیحایی. ای عشق منم از تو سرگشته و رسوایی. نپرسیدم چرا رفتی، فقط گفتم بری کی برمیگردی، ولی رفتی دیگه بر نگشتی. نترسیدم تو تنهایی،
فقط ترسیدم از این که نیای دیگه شد باورم که بی وفایی بگو تنهام گذاشتی چرا بگو دوستم نداشتی چرا دلم را شکستی بی صدا بگو دوستم نداشتی چرا دوست دارم به خدا تو میمیرم بگو دستاتو میگیرم دوست دارم فقط همی در هم نظار عشقامو ببین در هم نظار دیگه تو بعد از این من بی تو میمیرم بگو دستاتو میگیرم دوست دارم فقط همین نپرسیدم چرا رفتی فقط ترسیدم از این که نیایی دیگه شد باورم که بی وفایی نترسیدم تو تنهایی ولی ترسیدم از این که نیایی دیگه شد باورم که بی وفایی بگو تنهام گذاشتی چرا بگو دوستم نداشتی چرا دلم را شکستی بی صدا بگو دوستم نداشتی چرا دوست دارم به خدا در هم نظار عشقامو ببین در هم نظار بیا پیشم بشین من بی تو میمیرم بگو دستاتو دوست دارم فقط همین هم نظار عشقامو ببین در هم نظار دیگه تو بعد از این من بی تو میمیرم بگو دستاتو میگیرم دوست دارم فقط همین